حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. آقای چقدر فکر میکنین که اسرائیل داره آماده میشه برای مرحله بعدی حملات؟ برآوردهایی وجود داره که بمباران های هوایی کاهش پیدا میکنه و روی زمین متمرکز خواهد شد؟ من سعی میکنم یک تصویر کلی ارائه بدم که بدونیم دقیقا اسرائیل در کدام مرحله از جنگ هست. ببینید، در هشتمین روز عملیات زمینی اسرائیل، نیروهای IDF الان به نظر میرسه که پیشروی خودشون رو دارن ادامه میدن. از اون طرف هم حماس درگیر هستش با نیروهای اسرائیل. اسرائیل تا قبل از ورود زمینی به غزه در تاریخ 27 اکتبر، یعنی 8 روز پیش، اول حملات هوایی هدفمندی رو انجام میداد به موازی حماس، شامل مقرها و تأسیسات نظامی و فرماندهی و کنترل و تونل‌ها و مخفیگاه و حتی رهبران ارشد حماس، و اینا در چارچوب حملات هوایی هدفمند بود. حملات زمینی بسیار محدودی رو بعدش اسرائیل انجام داد. اگه خاطرتون باشه، اسرائیل میرفت داخل مناطق شمالی نوار غزه و برمیگشت. اینا در چارچوب عملیات‌های شناسایی و ارزیابی زمین جنگ بود. حتی بعد از آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل هم اسرائیلی‌ها عملیات‌های متدیک به اصطلاح انجام می‌دادن برای همین ارزیابی توانایی خودشون در عمل، سنجش قوا و توان طرف مقابل خودشون و ارزیابی زمین جنگ. ولی نکته اینجا هستش که از حدود دو سه روز پیش به نظر می‌رسه که با قطع ارتباط زمینی شهر غزه با مناطق جنوبی نوار غزه، به نظر می‌رسه که اسرائیل الان پیشروی خودش رو بیشتر کرده و داره آماده میشه برای فاز جنگ‌های شهری و جنگ‌های تونلی. این به معنی نیستش که اسرائیل کار راحتی پیش رو داره. اون جنگ‌های تونلی و شهری واقعا خطرناک هست و خونبار هست برای هر دو طرف. ولی به نظر میرسه با توجه به آموزشی که نیروهای اسرائیل دیدن، اون یگان‌هایی مثل یگان‌های یاهالوم یا دوفدوان و حتی شایتت 13 که اینا متخصص جنگ‌های شهری و جنگ‌های تونلی و حتی آزادی گروگان هستن، میتونن دست کم در کوتاه مدت این کار رو و این عملیات رو انجام بدن. و البته از اون برم حماس گزینه زیادی نداره جز اینکه جنگ رو فرسایشی بکنه، یعنی اونقدر زمان بخره تا اینکه اسرائیل خودش درگیر نوعی جنگ فرسایشی بشه. ولی به نظر میاد که ما بریم وارد فاز جنگ شهری. اشاره کردین که جنگ بسیار سختی احتمالاً خواهد بود وقتی روی زمین دو طرف بخوان درگیر بشن. ممکنه که دست بالا رو به نوعی حماس هم داشته باشه به خاطر آشنایی که با تونل ها داره و منطقه رو میشناسه. فکر می‌کنین تا کی میتونه که مقاومت بکنه؟ همونطور که اشاره کردم، حماس الان گزینه خیلی زیادی نداره. با توجه به اون سخنرانی هم که حسن نصرالله داشت، به نظر نمی‌رسه که حماس انتظاری رو باید داشته باشه که جبهه جدیدی باز بشه بتونن به کمک حماس بیان. بنابراین حماس به نظر من سعی میکنه که اسرائیل رو درگیر جنگ فرسایشی بکنه. ممکنه خود اسرائیل هم فعلا تمایل داشته باشه که جنگ فرسایشی بشه، زمان بخره، اجازه بده که برخی از این نیروهای حماس بیان مثلا از تونل‌ها بیرون. و حتی یه نکته این هستش که ممکنه که اسرائیل یک نوع محاصره تاکتیکال یا تاکتیکی رو اعمال بکنه، انقدر طول بده به طور عمدن این عملیات رو تا مثلا علاوه آب، مواد غذایی و دارو اینا خود حماس کم بیاره در اون تونل ها و بعد برن عملیات رو با شدت بیشتری جلو ببرن. هنوز هیچ چیز به طور دقیق مشخص نیست، ولی به نظر میرسه که این رو میتونیم تقریبا با قاطعیت بگیم که این عملیات زمینی اسرائیل نباید انتظار داشته باشیم که یک شبه بخواد تموم بشه. حتی ممکنه که جنگ 5 ماه تا 12 ماه طول بکشه. حماس در واقع قابل شکست دادن هست، ولی به نظر من زمان میبره برای اسرائیل که بخواد به اون هدف راهبردی اصلیش، یعنی نابود کردن قوای نظامی حماس و از بین بردن قوای حکمرانی حماس در غزه بهش برسه. و این نیازمند یک جنگ فرسایشی مرحله‌ای و به صورت تدریجی هستش که بخواد اسرائیل به این هدف خودش دست پیدا بکنه. البته گزینه مسائل دیگه هم باید در نظر داشته باشیم. مسئله گروگان ها از احتمال آتش‌بس موقت است. خیلی وضعیت پیچیده است. ولی به لحاظ نظامی نظر من اسرائیل براش نابود کردن حماس از نظر نظامی غیر قابل دسترس نیست. سریع رخ نمیده. به نظر من در دراز مدت رخ خواهد داد. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، سپاسگزارم از شما.